در ارتباط با تحولات در منطقه، روسیه روز چهارشنبه نشستی با حضور نمایندگان طالبان و کشورهای همسایه افغانستان پیرامون تحولات این کشور برگزار کرد. شهلا آراسته در این باره گزارشی دارد که با هم می‌بینیم. مذاکرات را سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با تاکید بر ضرورت تشکیل یک دولت فراگیر که منعکس کننده همه گروه‌های قومی و همه نیروهای سیاسی کشور باشد آغاز کرد و آن را برای دستیابی به صلح پایدار در افغانستان لازم خواند. هیئت طالبان به سرپرستی معاون نخست وزیر طالبان مذاکرات چند جانبه را فرصتی برای کسب شناسایی از سوی جامعه جهانی تلقی کرد و گفت منطقه ما نیاز به حمایت از صلح افغانستان دارد و ما نیاز به بازسازی و احیای افغانستان داریم. سرپرست وزارت خارجه طالبان گفت یک افغانستان با ثبات و صلح‌آمیز به نفع همه طرفین است. هیچ کس خواهان یک دولت موقت ضعیف نیست. یک افغانستان با ثبات و صلح‌آمیز به نفع همه طرفین است. ما می‌خواهیم روابط خوبی با دیگران برقرار کنیم. کشورهای حاضر در این نشست شامل روسیه، چین، پاکستان، ایران، هند، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان و هیئتی از نمایندگان طالبان بود. در بیانیه مشترکی که از سوی وزیر خارجه روسیه منتشر شد، کشورهای شرکت کننده نیاز به مشارکت عملی بیشتر با طالبان را ابراز کرده و از رهبری طالبان خواستند گام‌های بیشتری برای بهبود حکومتداری و تشکیل یک دولت واقعاً فراگیر بردارد. آنها همچنین پیشنهاد کردند که یک کنفرانس بین‌المللی جمع‌آوری پول تحت حمایت سازمان ملل هرچه زودتر تشکیل شود. شهلا راسته، صدای آمریکا.